خوش آمدید به برنامه امروز اصول اولیه با بد. امروز مادرم درباره دریافت اصول اولیه سلامتی و شفا صحبت میکنه. ما با تمام قلب باور داریم که خدا میخواهد که با شما درباره سلامتی و شفایتان صحبت کند و امروز شما میتوانید کپی این کتاب را داشته باشید. به اضافه اون شما میتونین کل مجموعه اصول اولیه تعالیم بد جونز رو داشته باشید. نه تنها شما میتونین اصول اولیه رو دریافت کنین، بلکه بفهمید چطوری خدمت کنین، چطوری با سخاوت زندگی کنین و امروزه درباره سلامت و شفاتون یاد بگیرین. این کلام رو در قلب خودتون نگه دارین، با دوستانتون به اشتراک بگذارید. شماره تلفن روی صفحه رو بگیرین و یا به وبسایت ما برین تا سفارش بدین این کتاب ها رو. الان زمانش رسیده که وارد درس امروز بشیم و برکت بگیریم از درسی که داریم. خوش آمدید به برنامه امروز ما. خیلی خوشحالم که امروز نیز به من پیوستید. ما در سری جدیدی هستیم به نام دریافت اصول اولیه شفا و سلامتی خودتون. خط به خط کتاب مقدس رو میخونیم و میخواییم ببینیم چی داره میگه، خواستش چیه درباره سلامت، شفا و کمال ما، با انرژی زیاد زندگی کردن و تمام زندگی ما، تمام چیزهایی که کتاب مقدس میخواد بگه درباره خواسته خدا برای زندگی ما و چطور ما اون رو تجربه کنیم در زندگی. در فصل اول امروز مطالعه میکنیم و میخواییم درباره اینها صحبت کنیم. آره، ولی درباره چی؟ فصل اول جواب سوالهای مردم رو داره. شاید شما تازه ایمان آوردین، شاید کتاب مقدس رو تازه دارین میخونین، شاید این عقیده که خدا اهمیت میده به سلامت و شفای شما براتون تازگی داره. ما میخواین این تعلیم رو به شما بدیم و بدونین که دریافت این اصول و فهم اون مهمه، چون کتاب مقدس میگه مردم من از کمبود دانش از بین میرن. خدا میخواد اینا رو دریافت کنین، بفهمید و تجربهش کنین در زندگی. برای شما که این موضوع رو خوب نمیدونی و نفهمیدی، برای تو این تدریس خوشحالم که اینجایی. شایدم این برنامه ها رو قبلا دیدی، این تدریس رو قبلا داشتی، ولی خدا میخواد که بیشتر برات باز کنه. شاید هنوز سوالاتی برات هست، شاید فهمش کامل برات باز نشده، شاید ناامید شدی، شاید سوالی داری چطور میشه اگر این بشه توی زندگی. سوالای خیلی معمولی داری که امروز جوابشو خواهی گرفت. و بعضی از شما شاید در کلام خدا سالهاست دارین راه میرین، شاید این خبر قدیمیه برای شما، ولی شاید این کلام دوباره تازه کنه اون کلام رو براتون و معانی و مفهوم بیشتری رو درک کنین. خیلی مهمه که کتاب مقدس خودتون داشته باشین، کتاب مقدس کاغذی که بتونین زیر خط بکشین، زیر آیه ها، و بفهمین و بدونین، با چشماتون اونو دنبال کنین. یه چیزی هست درباره خط کشیدن زیر کلمات، چیزهایی که خدا با قلب ما صحبت میکنه. ما میخوایم شروع کنیم با سوال معمولی که مردم دارن. میدونم خدا این قدرت رو داره، او میتونه هر کاری بکنه، ولی آیا خدا اقتدارش رو نداره؟ مگه به خودش ربط نداره که شفا بده؟ ما هیچ حرفی درش نداریم، ما هیچ نقشی درش نداریم، هرچی اون بخواد انجام میشه. اگه بخواد شفا میده، اگه نخواد شفا میده. معنیش چیه؟ این سوال برای خیلی ها هست و سوال خیلی عالی است که بدونیم جوابشو. البته که خدا مقتدره، اون خداوند ماست، بالاتر از او کسی نیست، او مقتدرترین کسی است که وجود داره، خدای ماست. این حکمت او، اون روش های که داره بالاتر از فکر و ذهن ماست و درک ماست. باید بدونید با تمام این اقتداری که داره، خداوند کلامش رو به ما داده و خدای مقتدری که ما میشناسیم کلام خود را نفی نمی کنه. و خیلی ها میگن آره من فقط خدا رو میذارم روی زندگیم، هر اتفاقی که بیفته توی زندگیم حتما خواسته خدا بوده.
این طرز تفکر بعضی است ولی انجیلی نیست. میخوام تشویقتون کنم چون بعضی وقتا توی این طرز تفکر ما بسته هایی رو دریافت میکنیم که خدا نفرستاده. شاید یه کارایی رو داریم میکنیم، یه چیزهایی رو دریافت میکنیم. خدا خودش گفته دشمن میاد بدزده و از بین ببره. بعضی وقتا فکر و خیالایی که در ذهن ماست باعث میشه که دور بشیم از اون چیزی که خداوند برای ما خواسته. و تمام این چیزها به خاطر این میاد توی زندگی ما که چون ما میگیم خدا مقتدره و هر اتفاقی که توی زندگی میفته خواست خداست. ما میخوایم این رو بفهمیم. خیلی هستن از مردم که خواسته خدا رو چون نمیدونستن و جواب این سوالها رو نمیدونستن زندگیاشون رو در شکست گذروندن. اگر کتاب مقدستون رو دارین درش بیارین و بیاییم به تثنیه 30:19 بریم. وقتی که داریم این کلام رو میخونیم بذارین قبلش چیزیایی رو بگم درباره سلامتی و شفا. وقتی که میشنویم میگیم که خدایا اگر خواست تو باشه شفام بده، این درد رو ازم بردار. ما فکر میکنیم که اگر این کلمه اگر خواست تو باشه رو اضافه کنیم به خدا یک چیزی میدیم که انتخاب کنه اگه میخواد ما رو شفا بده یا نده. ولی باید بدونیم خدا کلامش رو داده و بالاتر از کلامش چیزی نمیگه. این چیز رو نمیگه که خواست خدا باشه شفا میده. بعضی وقت چیزهایی که واضح نوشته شده دیگه لازم نیست بگیم خواست خدا انجام بشه. مثلا عیسی در باغ جتسمانی پرسید چون خواست خدا رو میخواست بده. هدف زندگیمونو بعضی وقت ما نمیدونیم ولی میخوایم خواست خدا انجام بشه. ما میخوایم که خواستش اجرا بشه و موقع مناسبیه که از خواست تو خداوندم در جمله هامون استفاده بشه. و وقتی که این کلمه رو استفاده میکنیم درباره هدف زندگیمون، خطاب زندگیمون و جایی که میریم. ولی وقتی که درباره شفا یا سلامتی خدا کلامش رو آشکارا توی کتاب مقدس گفته، ما لازم نیست کلمه ایره اگر خواست تو باشه رو اضافه کنیم و خیلی جاها میگه بر طبق ایمانت داده میشه. در تثنیه 30:19 چی میگه؟ میگه من آسمان و زمین را شاهد میگیرم که امروز زندگی و مرگ، برکت و لعنت را در برابر شما قرار دادم. پس زندگی را انتخاب کنید تا شما و فرزندانتان زنده بمانید. اینجا خیلی ساده داره میگه. در اقتداری که داره میگه که من مرگ و حیات رو برای تو میذارم و تو انتخاب میکنی. ولی من میگم که زندگی رو انتخاب کن تا شما فرزندانتون زنده بمانید. خیلی جالبه، داره انتخاب رو بهت میده. تنها به این اقتدار خدا نیست، دارم این فرصت رو میدم که انتخاب کنی در زندگی به علاوه این که سلامتی و شفا رو برای خودت بگیری. چطور درباره اقتدار خدا صحبت میتونیم بکنیم؟ بیاین به دومی سوال برسیم. آیا خدا مرض رو استفاده نمی کنه تا به ما تعلیم بده یا ما رو متواضع کنه؟ خیلی وقتا این رو می شنویم که میگیم که من می دونم خدا این مرض رو به من داده تا منو متواضع کنه. این مرض یا مشکل رو توی زندگیم گذاشته تا من یه چیزی رو یاد بگیرم. و خیلی جالبه که بدونین اغلب مواقع من خودم هم اونجا بودم. وقتی که احساس خوبی نداشتم یا مریض بودم یا سلامت کاملم رو نداشتم، اون لحظه ها بیشتر دنبال خدا بودم، دنبال کلامش بودم، بیشتر زمان میگذروندم. همه ما این کارو میکنیم. وقتی که به دنبال خدا هستم بیشتر و به دنبال کمک خدا، یاد میگیرم، بیشتر یاد میگیرم و بهتر میتونم بفهمم کلامی رو که میگه و اقتدار خدا رو بیشتر میفهمم. ولی این انسانیت ماست که داره این کار میکنه، ذات انسانی ما. خدا مرض رو بر ما نمیذاره که ما متواضع بشیم یا یه چیزی رو یاد بگیریم. در کلامش رو میبینیم و واقعا یه روشیه که مردم فکر میکنن. من قبل از اینکه کلام رو واضح بدونم همین چیزی رو فکر میکردم. ولی
من چه مریض باشم چه نباشم دنبال خودم تا از خدا یاد بگیرم و متواضع بشم. اینجا بیاین چند تا آیه رو نگاه کنیم. دوم تیموتائوس 3:16 میگه تمام کتاب مقدس. بیاین قبل از اینکه این رو بخونم اینم به شما بگم، اگر به این فکر کنیم، به والدین زمینیمون رو نگاه کنیم، یا اینکه به اینکه خدا این سرطان رو به من گذاشته، این تصادف توی زندگی افتاد تا من یه چیزی یاد بگیرم، تا متواضع بشم، فیضش رو به ما میده و واقعا خیلی عالیه، خدا رو شکر که فیضش رو میده، مهم نیست چه اتفاقی در زندگیمون این بیفته، اون به ما یاد میده چیزهایی رو. اگر از نظر انسانی و رابطه انسانی فکر کنین، هیچ وقت فکر میتونی بکنی یک پدر خوبه که روی زمینه یک تصادفی رو برای بچهش درست میکرد که یه چیزی یاد بده به بچهش، یا اینکه مسمومش میکرد تا یه چیزی یاد بگیره یا متواضعش کنه؟ نه، یه همچین چیزی نیست. ما اینجور والدین رو میندازیم زندان و میگیم اینا بچه هاشون رو اذیت میکنن، آزار میدن، اینها والدین خوبی نیستن، ولی فکر میکنیم توی فکر مذهبیمون فکر میکنیم که خدا این کار رو میخواد بکنه و میگیم از نظر روحانی اگر خدا آزار و اذیت برسونه اشکالی نداره. نه، اشکال داره، خدا این کار رو نمیکنه. و میخوام این رو ببینین خودتون، در کلام خدا، خدا خدای عالیه، هیچ چیز بدی بر روی مردمش نمیذاره و در کلام گفته که چه چیزی خوبه چه چیزی بد. دوم تیموتائوس 3:16 میگه من میدونم وقتی که جواب سوالها رو میدم به شما، شاید سوالهای جدیدی براتون پیش بیاد. اگر با من باشید بیشتر میفهمید و خیلی از سوالاتون بهتر جواب داده میشه و میتونید نقطه های روی سرتون رو که هنوز به همدیگه وصل نیشن وصل کنید با جواب سوالهایی که به شما میدیم. و واقعا سوالهایی که براتون پیش میاد لطف کنید بنویسین. دوم تیموتائوس 3:16 میگه تمام کتاب مقدس از الهام خداست برای تعلیم حقیقت، سرزنش خطا، اصلاح معایب و پرورش ما در نیکی مطلق مفید است. ما این سوال رو میپرسیم، آیا خدا مرض را استفاده نمی کنه تا به ما تعلیم بده یا متواضع بکنه؟ نه، اینطوری نیست. خدا چیز بدی رو برای ما نمیذاره. خدا چطوری به ما تعلیم میده؟ چطوری ما رو متواضع میکنه؟ در دوم تیموتائوس 3:16 دیدیم. او ما رو یاد میده، اصلاح میکنه و پرورش میده از طریق کلامش. او نمیخواد اتفاقات عجیب غریب توی زندگیتون بیاره تا شما یه چیزی یاد بگیرین. ما از والدین یه چیزی یاد میگیریم وقتی که اونا کلامی رو میگن. وقتی به بچه میگی جانی ندو توی خیابان، جانی وقتی که ماشینا میان مواظب باش، بچه ها به این کلام گوش میدن و بچه ها به صورت درست پرورش میشن. و خدا هم، خدای پدرم کلامش رو داده برای اون. یعقوب 4:10 میگه در پیشگاه خدا فروتن شوید و او شما رو سرافراز خواهد کرد. همین رو توی اول پتروس 5:6 هم میبینیم. پس در مقابل قدرت خدا فروتن باشید تا او شما رو در وقت مناسب سرفراز نماید. مسئله جالب اینجاست، وقتی که به فروتنی نگاه میکنی، بعضی وقتا مردم میگن خداوند این رو استفاده کرد تا منو فروتن کنه، این اتفاق رو در زندگیم انداخت تا من فروتن بشم، یا اینکه حتی مردم میگن که خدا آدمای فروتن رو انتخاب میکنه چون میدونه که به اونها میتونه اعتماد کنه. ما نمیخوایم سنگ به طرف کسی بندازیم. یک، شاید نمیدونن. دو، اینکه شاید ما کلام رو چون نمیفهمیدیم نمیتونستیم درک کنیم منظورش چیه. خدا به ما یاد میده از طریق کلامش، از طریق چیزی که برای ما اتفاق افتاده شاید چیزی رو یاد بده، ولی اون باعث این اتفاق بد یا تصادف در زندگیت نیست. میگه خودت رو فروتن ساز، در وقت مناسب سرافراز میشی. خدا توی کار فروتن کردن ما نیست، میگه روح فروتن خودتو داشته باش، میگه خودتو فروتن ساز. امثال میگه نتیجه غرور هلاکت است و تکبر به سقوط میانجامد. خیلی خوبه که ما فروتنی رو انتخاب کنیم و فروتن شویم، خودمون رو فروتن کنیم و مغرور نباشیم در زندگیمون. ما داریم چی میگیم؟ داریم میگیم که فروتن بمونیم، کوچک باشیم در چشم خودمون و متواضع باشیم در برابر خداوند
و این جای عالیه که زندگی کنیم و نیازی نداریم که کسی ما رو فروتن سازه. و یا اینکه کلام خودش میگه خدا ما رو فروتن نمیسازه. ما توی عهد عتیق میشنویم که خداوند اونها رو فروتن ساخت 40 سال در بیابان باشن، در صورتی که ما فهمیدیم که این نااطاعتی اونها باعث شد که 40 سال در بیابان برن و همین باعث شد که فروتن بشن با سختی هایی که کشیدن. خودشون باعث شدن این اتفاق براشون بیفته. امیدوارم که بعضی از سوالاتون جواب داده میشه. الان ما میخوایم درباره سلامتی و شفا یاد بگیریم و میخوایم ببینیم که خدا در کلامش چی گفته. متی 7 آیه 11 میگه درباره ذات خدا: پس اگر شما که انسانهای شریری هستید میدانید چکونه باید چیزهای خوب را به فرزندان خود بدهید، چقدر بیشتر باید مطمئن باشید که پدر آسمانی شما چیزهای نیکو را به آنانی که از او تقاضا میکنند عطا خواهد فرمود. دوباره خودشو با یک پدر زمینی داره مقایسه میکنه. اگر یه پدر زمینی میدونه که چه چیزی خوبه و به فرزندش چه چیز خوبی رو میده، چقدر بیشتر پدر آسمانیمون این کارو میکنه. بعدن توی اعمال میبینیم که عیسی رفت و کارهای نیکو انجام داد با قدرت روح القدس و شفا میداد مردم را، همه اونهایی که درگیری های داشتن در زندگی هاشون. پس میبینیم که شفا خوبه، خدا هدایای خوبی به ما میده، شفا هدیه خوبیه و خدا به ما داده و این به ما میگه که مرض هدیه خوبی نیست که خدا نمیده به ما. یعقوب 1 میگه تمام بخشش های نیکو و هدایای کامل از آسمان و از جانب خدایی میآید که آفریننده نور است و در او تغییر و تیرگی وجود ندارد. من دارم به شما سعی میکنم بهتون بگم خدا خدای خوبیه و چیزهای عالی به ما میده. خدا اینطوری نیست که بالای کلامش حرف بزنه، یه روز چیزای خوب بده بهت، بعد روز بعد بگه نه حالا یه چیزای بد بهش میگم یا چیزی یاد بگیره. نه، یه همچین چیزی نیست. خدا کلامش رو داده و تغییر در اون نیست. او همیشه خوبه و تیرگی در اون وجود نداره. حالا کلامش رو به ما داده، این راهنمایشو که در کلامش هست به ما داده که میگه زندگی رو انتخاب کنین. آمین. ما در جهان شکست خورده زندگی می کنیم. مرض هایی هستن، جرم و باکتری و این چیزها توی زندگی هستیم که جزء این دنیای شکست خورده و سقوط کرده است که ما دربارشون می بینیم و باشون مواجه می شیم. ولی خدا به ما یاد میده که چطوری باشون روبرو بشیم. بیاین به این بفهمیم، این رو درک کنیم که خدا خوبه. من یادمه وقتی کلیسا رو شروع کردیم یه پوستری داشتیم که میگفت خدای خوب شیطان بد. اگر مطمئن نیستین از این مسئله بیاین و در جلسه ای ما باشین و یاد بگیرین. باید بدونین اصول اولی ابتدایی خدا خدای عالیه و واقعا بیاین چیزهایی که خدا نمی کنه رو نگیم خدا کرده. خدا چیز بدی در زندگی ما نمیده. میخوایم این رو روشن کنیم که خدا با شماست و بر ضد شما نیست و واقعا تمرکزش رو از بین نمیبره. یه روز بد نیست، یه روز خوب. نه، خدا همیشه خوبه و چیزهای عالی رو به ما میده. و شاید بگی پس چی میشه فکر کنم خدا این کار رو کرد؟ نه، چی کلام خدا میگه؟ کلام خدا رو بخونین تا بفهمین خواستش چیه. ما حتی با تجربه خودمون نباید زندگی کنیم. نباید دماسنجمون تجربه های ما باشه. نباید با احساساتمون هدایت بشیم. نباید به این فکر کنیم که همسایم دعا کرد و شفا نگرفت پس این اتفاق نمیفته. شاید ما دعا کردیم اتفاقی نیفتاده و فکر میکنیم که نمیشه. نه، شاید در حال رشد در ایمانت بودی. شاید کلام رو خوب نمیفهمیدی. ولی باید بدونیم که کلام حقیقت رو درش داره و باید بدونیم که کلام خدا کار میکنه. شاید فهم من کامل نیست، هنوز مکاشفه کافی برای من نشده، هنوز کلام برام باز نشده،
موقعی که حتی این چیزها رو نمیدونستم، چون میدونستم که خدا خدای خوبیه، همه مواقع میاد و کمک میکنه و میخواد که ما این دانش کلامش رو بفهمیم، این روح حکمت و مکاشفه رو داشته باشیم تا خواست خدا رو بهتر بدونیم. و همینطور که در این مسئله رشد میکنیم و از طریق فیضش خدا به ما کمک میکنه، هیچ محکومیتی نیست دیگر در مسیح. بعضی وقت شاید یه چیز رو یاد میگیریم و میگیم وای من اینو نمیدونستم، از نظر سلامتی یا اقتصادم دشمن داره میاد بدزده و بکشه از بین ببره. شاید نمیدونستی، شاید فکر میکردی این از طرف خداست و الان داره برات روشن میشه که این مسئله از جانب خدا نیست. هیچ محکومیتی نیست، بدونین اینو، ما داریم حکمت دریافت میکنیم، ما داریم میبینیم که یاد بگیریم که زندگی رو انتخاب کنیم و با کلام خدا یکی بشیم. نگران نباشین. اگر اینطوری قبلا فکر کردید، الان داره براتون آشکار میشه که چه چیزی رو کلام خدا داره میگه. شاید یه سوال دیگه برات داره پیش میاد. آیا نجات مهمتر از شفا نیست؟ لازم نیست اینقدر بر روی شفا تاکید بذاری. مهمترین چیز نجاته. جوابش به این 100% درست میگه. نجات مهمتر از هر چیزیه. اگر تو قرار بود انتخاب کنی نجات یا شفا رو بگی، یا اینکه اسم تو در کتاب حیات نوشته بشه، گناهانت بخشیده بشه، در کنار خدا باشی، البته که نجات مهمتر از همه چیزه. خبر خوش ولی اینجا اینه، شما لازم نیست که انتخاب کنی. شفا با نجات یکیه، یکی از منافع نجات شفای ماست. میخوام تشویقتون کنم، بعضی وقتا مردم این عقیده رو دارن یکی مهمتر از اون یکیه. باید بدونی همه چیزی که عیسی انجام داد مهمه. لازم نیست که انتخاب کنی، هر دوش مال ماست. در مزمور 103 این رو میخونیم و 1-3 میگه: ای جان من خداوند را ستایش کن، ای تمام وجود من نام مقدس او را سپاس بخوان، ای جان من خداوند را ستایش کن و احسانهای او را فراموش نکن. او تمام گناهان مرا میبخشد و همه مرضهایم را شفا میدهد. همون آیه 3 میگه هر دوتا منفعتش رو به ما میگه، همه گناهانمون رو میبخشه و همه مرضهامون رو شفا میده. این نجاته، همه گناهانمون بخشیده شده برای کاری که عیسی مسیح روی صلیب انجام داده و همه مرضهامون رو شفا داده. اینجا شفا و نجات دو قلوهای بازخرید هستن. خداوند عیسی مسیح نجات دهنده ماست و هیچ کس نمیتونه اینو از ما بگیره. نمیتونه هیچ کس بدگه که نجات برای امروز نیست. بعضی وقتا خدا میخواد برای یه نفر نجات رو بده، برای بقیه نمیخواد. نه، هیچ کس نمیتونه نجات تو از دست بگه. شما گناهانتون از طریق خون عیسی مسیح بخشیده شده، هیچ کس نمیتونه اون رو از تو بگیره. مثل یک سگی که داره اون استخون رو محکم به دندوناش گرفته، تو هم میتونی این کارو بکنی، ولی شاید کامل نفهمی بقیه این جمله رو که میگه و همه مرضات رو شفا داده. ولی بدونین که این یکی از منافع نجاته. شما باید بگین من موافق کلامتم، بفهمون منو خداوند، من ایمان دارم، شاید خوب نفهمم ولی میخوام که تو برام باز کنی. دو قلوهای بازخرید، نجات و شفا. و وقتی که ادامه بدیم در برنامه‌های بعدی، شما بیشتر خواهید فهمید و درک بیشتری خواهید داشت. خیلی خوب، برنامه امروزمون تموم شد. هفته بعد در اصول اولیه تلویزیون بت با سلامتی و شفا با شما خواهیم بود. آیا گزارش بعد دکتر را دریافت کردید؟ آیا می‌خواهید با انرژی بیشتری زندگی کنی؟ آیا به معجزه در بدن فیزیکیت نیاز داری؟ ما خبر خوشی داریم. این خواست خداست که شما در شفا و سلامتی به سر برید. عیسی قیمت را پرداخت کرد برای این مسئله و روح القدس به شما نشان خواهد داد چطور این حقیقت را در زندگی تجربه کنید. زمانش رسیده که بفهمید کلام خدا را درباره حقیقت بازخرید چه میگوید از طریق کتاب بت جونز درباره اصول اولیه سلامتی و شفا. در این کتاب یاد خواهیم گرفت که خدا در کلامش درباره سلامتی ما چی میگوید
وقتی که تماس بگیرید و امروز به آنلاین مرین، این کتاب را $12 میتونید تهیه کنید و در ایمان رشد کنید، در ایمانی که خواست خداست برای سلامتی و شفا. و برای مدتی کوتاه اگر تماس بگیریم با ما یا به وبسایت ما برید، این 4 کتاب را دریافت خواهید کرد: اصول اولیه کتاب مقدس، خدمت به خدا، زندگی سخاوتمند و شفا و سلامتی. که پیدا خواهید کرد که کتاب مقدس چه میگوید درباره رابطه شما با خدا، چطور در اقتصاد خود رشد کنید و خیلی بیشتر. این کتاب ها عمیق‌تر شما را به اصول اولیه کتاب مقدس میبرد تا بتوانید زندگی عالی با خدا داشته باشید. این 4 کتاب با $40 در اختیار شما خواهد بود. امروز با ما تماس بگیرین و به وبسایت ما برین برای تهیه این کتاب. با شماره تلفن روی صفحه تماس بگیرین یا با وبسایت thebasicswithbeth.tv بروید. سپاسگزارم که با ما هستید در برنامه امروز. میخوام لحظه ای رو با شما باشم و از شما تشکر کنم برای همکاریتون با ما. گوش کنید، شما به حقیقت کمک میکنید این برنامه ها به تمام جهان برسه، مخصوصا خاورمیانه. ما قادر هستیم این برنامه ها را به زبان فارسی در ایران، افغانستان و تاجیکستان پخش کنیم و این عالی است، چون همونطور که شما هم میدونید آزار و اذیت زیادی بر مسیحیان در آن نقاط از جهان وجود داره و جز آن چه که از تلویزیون دریافت میکنند تشویق دیگر دریافت نمیکنند، ولی شما کمک میکنید با همکار شدن با ما تا آنها را با کلام تقویت کنیم و آنها را بنا سازیم در ایمانشان. در حقیقت داستانی را اخیرا شنیدم درباره پدری که از ایران برنامه ها را با همسرش و دخترش نگاه میکرد. هر هفته نگاه میکنند و دخترش که یک نوع ایمانه، این برنامه ها بهش کمک زیاده میکنه. گوش کنید، همکاری شما با ما کمک میکنه این کار را انجام بدیم و میخوام تشویقتون کنم. یکی از چیزهایی که ما به رایگان پیشنهاد میکنیم دریافت اصول اولیه کتاب مقدس به زبان فارسی که میتوانید در خلوت خودشون مطالعه کنند رو دانلود کنند. میخوام تشویقتون کنم برای همکاری با ما. هدیه $200 شما این امکان را برای ما مهیا میکنه که هر هفته این برنامه ها رو در خاورمیانه پخش کنیم. پس اگر دوست دارید کمک ما باشید برای رساندن اصول اولیه کلام خدا به خاورمیانه، به وبسایت ما بروید یا با شماره روی صفحه تماس حاصل فرمایید. با هم دیگر میتونیم این کلام را با تمام نقاط دنیا برسانیم، مخصوصا خاورمیانه. سپاسگزار از همکاری شما با ما. سپاسگزارم که به من پیوستید در اصول اولیه تلویزیون بث. خیلی خوشحالم که با ما بودید. ما کاری که میکنیم داریم خط به خط کتاب مقدس رو مطالعه میکنیم و اصول اولیه کتاب مقدس و کلام خدا رو دریافت میکنیم. همونجور که میدونین کتاب مقدس میگه برای بالغ شدن باید اصول اولیه رو بدونیم و ریشه کنیم توی کلام خدا. هرچقدر بیشتر بالغ بشیم و رشد کنیم در ایمانمون، در حدی که بتونیم میوه بیاوریم، و البته این هدف نهایی ماست. میخوام درباره این منبع مجانی که به زبان فارسی هست، دریافت اصول اولیه کتاب مقدس در صفحه وبسایت ما به صورت رایگان آماده است برای شما تا دانلودش کنید و ریشه کنید توی کلام خدا صحبت کنم. به وبسایت ما برید و همین امروز این کپی رایگان را دانلود کنید. ممنونم که با ما بودید. سپاسگزار برای مشاهده این برنامه. امیدوارم که این پیام کمکتون کرده باشه تا اصول اولیه رو دریافت کنید. یادتون نرود که هر هفته با ما باشید برای دروس بیشتر از بت جونز و دریافت اصول اولیه. برای مشاهده برنامه بیشتر به وبسایت ما بروید. خوشحال میشویم از شما بشنویم. با ما تماس بگیرید برای در میان گذاشتن تاثیر این اصول اولیه در زندگیتان یا درخواست دعا.